چه شد که ما اون تجربه تلخ رو داشتیم توی سال 88 های دکتر؟ عرض کنم خدمت شما که قوی ترین و درست ترین ایرادی که آقای مهندس موسوی در اون مناظره ها به آقای احمد نژاد گرفت، قانون شکنی آقای احمد نژاد بود. گفت تو میگه قانون قبول ندارم. متاسفانه در آزمایش خودش قبول نشد. یعنی وقتی که شورای نگهبان طبق قانون باید رسیدگی به اعتراض میکرد، ایشون این رسیدگی رو نپذیرفت. اشتباه بزرگشون که فتنه ای رو در پی داشت این بود. خود با قول خود ایشون آزمایش کرد. من شد آنچه که نباید میشد. با آثار سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خیلی تلخ، من اجتماعیش هم تأکید میکنم که الانم باقی شکاف توی بدنه جامعه ایجاد کرده. این شکاف کاملا ترمیم نشده، ما احتیاج به ترمیم این شکاف داریم. ولی خب آقای موسوی موفق نبود در اون ایرادی که به رقیبش میگرفت خودش اون ایراد رو پیدا نکنه. اما شما در این سوالتون یه جواب اول سوالی که مطرح کردین، جواب اولش اینه که تبعیض در اعمال قانون درسته؟ همین چیزی که از امام نقل فرمودید، آقای احمدی نژاد در برابر قانونی که مجلس تصویب کرد گفت من این قانون رو قبول ندارم، ولی صدا و سیما کار کرد علیه این حرف بسیار نابجای رئیس جمهور وقت نه، ولی علیه کار بسیار زشت و غیر قابل قبول آقای موسوی خیلی حرف زد. یعنی من بهش حق میده حرف بزنه. اون کار خیلی بزرگ بود، فتنه که برانگیخته شد خیلی بزرگ بود، ولی اینجا که حرف نزد ایراد بهش وارده. گفتم خدمت شما که همه چیز با قانون حل نمیشه. اخلاق میخواد. کار آقای احمدی نژاد جلوی دوربین که اینجوری گرفت گفت این مربوط به خانم آقای رقیبشون هست، غیر قانونی بود؟ نه، قانون که نگفت این کار اشکال داره که ممنوعه، ولی غیر اخلاقی بود. از این مثال میشه از همون حادثه زد. البته من نمیخوام مثل بعضیا بگم هر دو طرف مثل هم تقصیر دارن، نه، اون حادثه اونقدر بزرگ و تلخ و زیانبار بود که بعضی چیزا رو که از دیگران سر زد کوچیک کرد و کوچیک بود در برابر اون بزرگی اون. ولی بدونیم، میخوام بگم که مردم از این جور کارا اگر تحلیل نداشته باشن حس دارن، ما رو نگاه میکنن میگه شو تو چون میرسی به رقیب خودت اینقدر سختگیر میشی، به رفیق خودت میرسی سختگیر میشی، جواب چی بدیم؟ یاد میگیره دیگه. بعدم میاد جلو نماینده ما میسته میگه که تو واسه من چیکار کردی؟ اول انقلاب میگفتن واسه انقلاب چیکار کردی؟ واسه اسلام چیکار کردی؟ واسه ایران چیکار کردی؟ فردیت رشد میکنه.